این هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از جز و ولز عظما در سالمرگ خمینی دجال و ترس عظما از باز شدن جعبه سیاه سال 60. من توصیه میکنم به کسانی که اهل فکرن، اهل تأملن، راجع به دهه 60 قضاوت میکنن، جای شهید و جلاد عوض نشود. عظما فکر میکرد هر غلطی تو سال 60 کرده تموم شده و رفته، خبر نداشت که این توپ یه روزی به دروازه خودش برمیگرده. سی و هشت ساله که شب و روز تو روزنامه و تلویزیون و کوچه و بازار امام میکنن، بعد هنوز هیچی نشده از فراموش شدن امامشون مینالن. در داخل کشور خود ما و در داخل مملکت خود ما امام به وسیله نخبگان سیاسی ما هم امام فراموش بشود، ما از این ناراحتیم. در داخل نظام ما و در داخل جامعه خود ما یه عده نخبگان سیاسی اینا هم امام رو فراموش کنن، خیال کنن امام یه دولتی رو راه انداخت، این دولت هم در قدریابی ها امروز دست اونها افتاده، بیشتر ببرن، بیشتر بخورن، بیشتر بچابن. امامی که خودش میگه من میخوام برگردم به 1400 سال پیش، خب معلومه که فراموش میشه. بله ما مرتجع هستیم، شما روشنفکر هستید، شما روشنفکر ها میخواهید که ما به 1400 سال قبل بر نگردیم. ظاهرن خمینی با این حرفا میخواسته دشمنای نظام رو هدف قرار بده، اما یه جوری حرف زد که خودش له شد. البته خمینی و دنبالچه‌هاش خیلی زور زدن که ایران رو به 1400 سال پیش برگردونن، اما نه تنها نتونستن بلکه الان عزا گرفتن که انقلاب داره به دست نااهلان میفته. امام میگفت من بینتون باشم یا نباشم نذارید انقلاب دست نااهلان بیفته. نااهل یعنی کی؟ نااهل افرادی هستن که خب فرمان دشمنان ما رو میبرن، نااهل افرادی هستن که آب تو آسیابی دشمنان ما میذارن. خلاصه این که این روزا بالا تا پایین نظام ولایت تو فاز دلهره است و از سایه خودشون هم میترسن. من نگرانم شما پس از انتخابات ببینید چه اتفاقاتی افتاده، ببینید فردای انتخابات سایه جنگ رو که وارد منطقه شد. دیدید؟ آماده باش، آماده باش. دیدید قرار داده 110 میلیارد دلاری رو؟ دیدید ترامپ رو؟ امروز دیدید حمله به خانه شیخ عیسی قاسم رو در بحرین؟ اینا بنده یقین دارم که هیچ ارتباط نیست با اتفاقی در اینا. به این میگن ترس دوبله، یعنی یه بار اولش میترسی یه بار آخرش. وقتی زهر بالا بزنه و طوفان منطقه ای هم تو راه باشه، اون وقته که آخوندا گاوگیجه میگیرن و بازی کی بود من نبودم شروع میشه. شما همین دوستان نادانی که به سفارت عربستان در تهران حمله کردن، من مطمئنم 20 سال دیگه اسنادش رو میشه که رهبرانی کسانی که این کارو کردن از عربستان سعودی پول گرفتن. من نمیدونم، یعنی ببخشید آقای دکتر، شواهد نشون میده که دوستان دولت 11 خودشون برنامه‌ریزی کردن برای اینکه اتفاق بیفته. من نمیگم این کارو کردن ها، شواهد نشون میده. آقای دکتر ظریف میگه که ما نگران بودیم. آقا شما نگران چرا 4 تا ماشین اونجا پلیس نمیذاره که سرود یه کوچه است؟ این بزن بزن ها همچنان ادامه داره و روز به روز هم بیشتر میشه. این حاجی نمکدونم مزه ریختن رو کنار گذاشته و همریشاش رو اینطوری از آخر عاقبتشون میترسونه. میدونید که این برجام لعنتی امضا شده و 7 برجام تو دستور کار آمریکاست. 1 برچیدن سیستم هسته‌ای
که موفق شد. تعارف هم نکنید کسی نگه موفق نشده. رسما بگیم، علنی میگیم آمریکا موفق شد. امضا دادن، گرفتن. 239 نماینده مجلس باید به درگاه فاطمه زهرا جواب بدن با چه دلیل شرعی، علمی، قانونی شما امضا کردید. آقا 7 تا برجام تو برنامه اقدام مشترک دیگه، میدونین که 7 تا برجام تو دستور کار آمریکاست. 1 برچیدن سیستم هسته‌ای ایران، 2 برچیدن سیستم موشکی ایران، 3 گرفتن روح انقلابی از جوان‌ها و مسئولین و کل مردم ایران، 4 بازگشت سران فتنه به قدرت، 5 دست برداشتن ایران از حمایت فلسطین و به رسمیت شناختن اسرائیل، 6 رخنه فساد در تمام لایه‌های جامعه ایرانی، چه ادبیات، چه هنر، چه سینما، چه تلویزیون، چه دانشگاه، چه حیات مذهبی، رخنه فساد در تمام لایه‌های اجتماع. 7 برجام 7 بازگشایی سفارت آمریکا در ایران. هر چقدر بحران‌های داخلی و خارجی تو نظام بیشتر میشه، بزن و بکوب تو نظام ولایت هم بالا و بالاتر میگیره. میزنن تو سر و کله هم، چه زدنی. اما از این حرفا که بگذاریم، درد اصلی عظما چیزی نیست جز دشمنای نظام و پیامشون که این روزا تو فضای مجازی میچرخه و میچرخه. اینجاست که جیغ آخوندا از فضای مجازی به هوا بلند شده. یه نمونه از این جیغ‌ها رو از مجلس ولایت بشنوید. جناب آقای وزیر در پاسخ اعلام داشتند این سوال دغدغه همه ماست و همواره تلاش ما این بوده که تعدادی از این موارد را فیلتر کنیم. از این میان برخی را که سایت‌های مستقل هستند بلافاصله فیلتر کردیم و همچنین بسیاری از سایت‌های ضد انقلاب، غیر اخلاقی و سایت‌هایی که مخالف اندیشه‌های ماست را بستیم. لکن یک سری از سایت‌ها رمز هستند و هنوز نتوانستیم از لحاظ فنی آنها را فیلتر کنیم. ما اگر تلگرام را ببندیم، صدها شبکه اجتماعی دیگر هستند که مطرح می‌شوند. به علاوه فیلتر شکن‌های مختلفی هم آمده است. مثلا میخوان ماشین بیارن مصدوم و مجروحاشون رو تو جنگ اینترنتی رو جمع کنن، اما خودشون هم میدونن که با این ماشین داغون بیشتر به تعداد مجروحا اضافه میشه. انتری نژاد بعد از اینکه از مدیریت جهان و روشن کردن حاله نور و دلداری دادن به مادر چاوز استعفا داد، حالا به گرفتن عکس سلفی رضایت داده و این روزا بیشتر وقتش رو با همین عکسای دو نفری و دست جمعی میگذرونه. این شما و یک نمونه اعتراف به رژیم 4% ولایت فقیه و بخور بخورای فامیلی.
خانواده آقای لاریجانی، همه داداش رئیس، چرا؟ فقط همینا میفهمن. چرا باید مملکت دست چهار تا خانواده باشه؟ چرا؟ من به آقای لاریجانی بسیار اعتقاد دارم و بسیارم دوستشون دارم. خودشون خبیرش. من میخوام ببینم حتما باید از این خانواده باشن. یعنی ما دیگه آیت الله دیگه نداریم، دیگه آی دکتر دیگه نداریم توی مملکت، دیگه مهندس دیگه نداریم. فقط از این خانواده. اینا یه حسرت تختر آوردن از همه بیشتر میفهمن. خانواده دیگه کیان که نظر شما بیشتر؟ ببینید. آقا گفتید دو سه تا خانواده. آقا باور کنید. ببینید. آقای هاشم، قصه آقای هاشم همینطور. تمام اقوامش سر کار بودن. حالا یه مقداری. اینا وقتی سر کار میان، الان دلم میخواد فیلمای اول انقلاب تالا رو ببینید. تمام مسئولین اصلا که اول بودن همینا. همینا. یعنی 36 سال همینا دارن مملکت رو میگردونن. خب اگه اینا به درد میخوردن که حالا جامعه ما این نبوده. متوجه هستم چی میگم؟ من میگم اگه اینا به درد میخوردند رشد میکردیم. چرا رشد نگردیم؟ یه جا میلنگه. این یه جای کار نیست که میلنگه حاجی. نظام دلنگون ولایت کلن همه جاش میلنگه. خامنه که نگران پس لرزه های انتخاباتیه پیشنهاد کرده کلن افشای دزدی ها تو تبلیغات انتخاباتی رو بیخیال بشیم و بذاریم این بخور بخور ها با خیال راحت ادامه پیدا کنه. البته در تبلیغات، در مناظرات حرفایی زده شد، گاهی بد اخلاقی هایی شد، برخی از دستگاه های گوناگون کشور مورد اتهام قرار گرفتن. اینها کارهای خوبی نبود، اینها رو گذشته گذشته است، بایستی اینها ادامه پیدا نکند. همه توجه داشته باشن اون چرا که در انتخابات انجام گرفت، این رو با چشم اغماز به اون نگاه کنن، تکرار نکنن. این ولی فقیه پا به گور تلاش میکنه تا یه جوری مهرهاش رو گربه شور کنه و اونها رو در ببره. خبر نداره که همشون با هم کله میشن. اینجا هم جمع مشنگا جمعه و دارن برای مشنگ اعظم خاطرات شوتبازی هاشون تو جنگ رو تعریف میکنن. ما با شکلات ریختن رو سر ماشینی ریختن و رزمنده قهرمان. ما نمیدونستیم چیکار شده که به یکیشا گفتم چیکار شده، گفت فاو آزاد شده. ما فاو بودیم نمیدونستیم. حالا تو مشهد آقا میدونم ما تو مشهد به این پودر رو رخ میشیدم میگم فاو رخ میشیدم. نه مگه برای ملا محمد یکم فاو بگیر بیا. ما فکر کردیم مثلا فاو آزاد کردن، مردم رختاش رو تمیز بشیدن، از چهارو مقدم تا فلکه زد درم رخصن، اینقدر کم جنبه این مردم هم مشهد. خدایا این چه مردمی هم. بعد گفتم نمیشه بره فاو، اینقدر نمیرخصن، احتمالا کارخانه فاو عراق ما گرفتیم. هاش باقرم کارخانه فاو چون لشکر ما عمل کرده کارخانه فاو دیده به مشهدی ها. حالا که صحبت از خاطر بازی شد، یه خاطره هم از امامشون بشنویم که اتفاقا اونم مال دوران جنگه. یعنی حق بازی از همون اول از خصوصیات بارز امام بود. امام فرموده بود که اگر هواپیماهای عراقی بیاد تو این جماران موشک بندازه، بمب بندازه و فقط تو این جماران یه پیرزن یا یه پیرمرد کشته بشه، فردای قیامت من در محضر خدا چی دارم جواب بدم؟ آیا دامن من نمیگیرن بگن ایشون میتونست رهبر بود، رفت پناهگاه سالم بود و من چون نداشتم باید کشته بشم و من هرگز نمیرم. حالا که آخونده از همه طرف آچپز شدن، این بزبز قندی هم چاره ای نداره جز این که بره تو کار ماستمالی و شعارهای امامش رو اینطوری مچاله کنه. یکی واسطه به ملت ایران میگه قدرت های جهانی نمیدونم چیکار کردن، جهان جامعه جهانی آشتی میخوایم بکنیم با جهان. خب تو داری به مردم داری میگه آقا ما تا الان دچار سادیسم بودیم، با جهان دعوا داشتیم. کسی که با جهان دعوا داره جاش تو دیوانه خونه است. انقلاب اسلامی اگه با جهان دعوا داشته جاش توی تیمارستان بوده، نه اینکه حکومت بسازه. انقلاب امام با جهان دعوا داشت؟ مگه امام روانی بود مثل شما؟ شما نمیگم اونا رو میگم. مگه امام روانی بود؟
در پایان توجه شما رو به یک کلیپ کوتاه جلب می‌کنیم که در اون تفاوت بین آموزش زبان مادری بچه‌ها در این طرف آب و اون طرف آب نشون داده شده. قضاوت بر عهده خودتون. ماما ماما That's right, baby. Paula, hakar matar matura, hapar tapar chapuli, kajak matura maturi, hapar dabala dabuli, kajak matura maturi, hatar hatar paturi, hapala hapala hapuli, hatar bachar pachuri, hatar hatar hatuli, magala magala maturi.